حمله به طلاب که در هفته های اخیر دست کم در 3 شهر اتفاق افتاد و در بابلسر به کشته شدن یکی از اعضای مجلس خبرگان منجر شد، نشونه چیه؟ جایگاه دین و روحانیت رو الان شما در جامعه چطور میبینید؟ عرض سلام دارم. ببینید، وقتی که پشتوانه ایدئولوژیک و امر مشروعیت بخش به حکومت به جای اینکه خواست و رأی مردم باشه، یک قرائت خاص از اسلام به معنی قرائت جمهوری اسلامی از اسلام هست و طبقه حکومتگر هم طبقه روحانیت هست، به تبع بحران ناکارآمدی حکومت و عدم پایبندی حکومت به حقوق مردم و به تکالیف خودش و وعده های خودش و آرمان های انقلابی که مدعی رهبری اون هست، دامنگیر دین حکومتی و طبقه روحانیت میشه و عدم مشروعیت و عدم مقبولیت اونها رو به خطر داره. و اگر برخوردی با روحانیون میشه، باید اینو در نظر داشته باشیم که برخورد با این اشخاص به عنوان اینکه کارویژه های دینی انجام میدن از قبیل محراب و منبر و فقه و اصول و تولید علم و کارهای مراسم دینی از بابت اینها نیست، بلکه به این دلیل که اینها شریکن در حکومت و یا همه این افراد به یک چشم دیده میشن و شریک در حکومت انگاشته میشن از سوی مردم، به این دلیل با اونها برخورد میشه. یعنی برخورد با اونها نه به هدف برخورد با دین، بلکه به هدف برخورد با حکومت هست. بله، یک امری قابل فهمه، هرچند این گونه برخورد قابل تایید نباشه و بعد محکوم هم بشه، چون خشونت از حرف بعد محکوم بشه، اما طبیعیه و قابل فهمه که مردم همچین واکنشی نشون بدن.